سلام عزیزان، امیدوارم حالتون عالی عالی باشه، روز خوبی داشته باشید. هر جای این کره خاکی که هستید لحظاتتون سرشار از خوشی سلامتی باشه. میخوام امروز شما رو با خودم ببرم سمت کجا؟ سمت میدون شوش. میخوام برم بازار شوش، یه سری خرید دارم شما عزیزانم با خودم ببرم. مطمئنم خیلی هستن که دلشون الان برای بازار شوش تنگ شده و خیلی وقت نرفتن. بریم با هم ببینیم امروز چه خبره اونجا. اینجا هفته تیره، فعلا ما رسیدیم هفته تیر. تا شوش هنوز کلی راه داریم. هفته تیر مرکز مانتوه. امروزم جمعه است، بازم یه سریشون. اینجا میدون توپخونه است. فعلا رسیدیم به این قسمت. اینجا برای مثلا افطار و سهرنا توپ شلیک می‌کردن، جشن‌ها توپ شلیک می‌کردن. به اسم میدون امام خمینی الان معروف، روز میدونهای معروف زمان قاجار. اینم که موزه پست و تلگراف تلفن، موزه پست. اینجا که بهتر میرسه به سهرنا ملی که کجای تو همین ردیفه پسته، ساختمان بلنده سهرنا باقی ملی هست که اینجا میدون شهربانی و وزارت امور خارجه و اینا هم در اینجا بوده و جز معروف‌ترین جاهای تهرانه. چه ساختمان قشنگی بود. ولی منطقه توپخانه و خیابان اطرافش، خیابان سیه تیر از و موزه ایران باستان، این ارگ قدیم دوره قاجار و در واقع بهترین ساختمان های دولتی اون زمان اینجا بوده. خیابون سیه تیره که سیاری از مراکز مهم تاریخی تهران تو این 200 سال گذشته تو همین محدوده‌ای که الان هست. اصلا این قسمت مرکزی تهران خیلی هم بافتش جالبه، هم میدون حسن آباده که میدون خیلی خاصیه. ببین این چهار طرفش رو ببین، یه چیز بسیار ویژه. چهار طرفش شبیه همه قرین است اینجا. بچه ها ببینید اینجا چهار سمت میدون قرین است، میدون حسن آباد تهران. رسیدیم میدون قزوین. همینجوری هنوز تو راهی، یکمی راهش به ما دور بود مسیرش. رسیدیم میدون قزوین رو نشونتون بدم. خب این میدون قزوینه. اینجا ببینید که خیابون کارگر یکی از دیوارهای قدیم تهران دوره قاجاره که تخریب شد زمان رضا شاه و خیابون کارگر بجاش گذاشته شد. این میدون قزوین یکی از دروازه‌های ورودی تهران بود، اسم دروازه قزوین که نزدیک میدونی 18 تا دروازه داشت. یکیش دروازه قزوین بود، دروازه دولت بود، دروازه ری بود، نه هر کدومشون دروازه بود که شب که میشد درو میبستن و روز درو باز میکردن که حالا کاروانه امکانات بیومد داخل تهران. این ماشین چقدر قدیمیه، نگاه کن. این رنو پیکه. خب رسیدیم به میدون شوش. خدا ببینی که چقدر شلوغه. ما هر ساعتی میایم بیرون میگیم خلوت باشه غافلگیر میشیم. پشته این ساختمون ها، یعنی خیابون پشت این دیگه مرکز فروش لوازم خونگی اینا، اصلا قسمت عمدش و اصلی شروع میشه. فرق نمیشه رنگش، به خوبی که داره تو ماشین ظرفشویی مکرونه میتونید استفاده کنید. هر 6 تاش 26 پارچه است. آلکوهالی که تو سطح شهر دارن میفروشن اونا پلاستیکه، آب جوش بریزید توش ترک میکنه، ولی این کارا نه. این کارا کارخونه مخصوص میزنه، کارخونهش خیلی خوبه، پوست استخونه،
نور ازش رد میشه، کارش هم خیلی شیکه. 6 نفرش چنده؟ هر 6 نفرش هم برای شما در میاد هلوهش 850 هست. بعد چند پارچه؟ 26 پارچه هست. هر کی از طرف شما هم بیاد ما 50 تا هم بهش تخفیف میدیم. اینه ببینه چی بامزه. این برای سیره. اینجوری سیر باید رو تخته باشه. فشار که میدی سیر رو لنت میکنه. میخواستم بگیرم ازشون ولی احساسم اونایی که تو دست میگیری راحت تره که خودم دارم. بریم بریم پایین تر اینجا من دنباله یه خاصه هستم زخی پیدا نمی کنم. ارزون ترش هم داره. نه همین خوبه زفت کنه ولی فرق کنه. مرسی اینجا خوب خلوته ها. بیا بریم اینجا. این مغازه هم کلا مس میپوشه. من عاشق مسم. تو ظروف مس فضا درست کردن خیلی خوبه و خاصیت هم داره به شرطی که این نوع آب داخلش رو از کار کرده باشن که هر رو رفت میبینه تغییر چیز نداشته میبینه. بشقاب مسی هم داری؟ بشقاب مسی دونه 140,000 تومان. کدوم ها میشه؟ کدوم سایزه؟ اینا 140,000 تومان. اینا گرده بعد تختش چی؟ 140,000 تومان. اون همشون خب اومدیم داخل یکی از پاساژا. البته من خرید اصلی رو کردم فقط یه دوری با هم دیگه بزنیم.
خب ما خریدمون رو کردیم تا جایی که شاتونستم براتون فیلم گرفتم. یه سری جاها هم که شلوغ بود مجبور بودم تندتر راه برم، برای همین دیگه دوربین رو گذاشتم توی کیفم. امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما برام لایکش کنین، کامنت بذارید، موضوعی مد نظرتون رو بنویسید. مرسی که همیشه همراه هم هستید. اگر دوست داشتید مجدد من رو و محتواهای کانال رو ببینید حتما سابسکرایب رو بزنید، زنگولش هم فعال کنید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.